ابیا مرکلای خوږ دوستان استری میشی په خیر او ګرځې دی هڅې خبرونه ده او لما سره زمون خوږ ملما جناب رمضان بشردوست ده بشردوست فقط میخویم یک سوال بپرسم اگر نماینده مردم افغانستان نمی بودین دوست داشتین چی کارا می بودین استاد پانتون وقتی که از وزارت پلان استعفا کردیم هم رفتیم در پانتونی البیرونی در کاپیسا درس می دادیم در وقتی در پارلمان بودیم هم نماینده مردم هم بودیم تقریبا در یک پنج شش مهمترین پانتون های خصوصی در کابل درس می دادیم عشق و علاقه من هم استادی است درس دادم فقط سوالات دو گزینه است یکیش مجبور و مکلف هستین انتخاب کنین و قبول کنین دیگه چون معایده را امضا نکنین اشتباز بانست خوشبختی بست دیگه ما از پیش شما سوال میکنم فقط شما زود جواب میتین سیاه یا سرخ؟ سیاه یا سرخ؟ سرخ یک شما باید انتخاب کنین سرخ انقلابی بیشتر امریکا یا پاکستان؟ مولی سرخ برادری مولی سفید غنی یا عبدالله؟ امو اینو غنی؟ لا یکی شکل انتخاب کنید ایت ممکن نیست صداقت یا شجاعت؟ جدای ناپذیر است به نظر من پول یا موقف؟ هیچ کدامش شهرت یا محبوبیت؟ هیچ کدامش تنهایی یا با دوستان؟ با دوستان مثلا امارت یا جمهوریت؟ هیچ کدامش بیادری سوال های تا چینج کن خب میم سر اکس ها دهی خوب خود مالا کام شده نشد از این کده که بایدر امضا بکنیم خوب بود اکس ها برای تا نشان میتم شما در باره شخصیت چون شما کلشان میشناسین نظرتان نظریاتتان میگین خاطراتتان میتونین بگوین البته کوتاه کوتاه چون عکس زیاد است خب تا بیچاره تینه که مستفید نشه دیگه ببینیم از اول شروع میکنیم کی است بسم الله خب جناب متاسفانه یک فاجعه برای کشور خاطره دارین کدام خاطری خاطره بله اگر وقت داشته باشیم خب داریم وقت داریم وقت داریم وقتی من وزیر پلان بودم آقای اشرف غنی وزیر مالیه بود دور زمان کنفرانس بن دومین کنفرانس بازسازی افغانستان بود جلساتی آمادگی کنفرانس گرفته می شود من عضوش بودم در کمیته اشرف غنی عضوش بود عبدالله عضوش بود امین فرهنگ عضوش بود و رئیس جمهور آقای کرزی ریاستش بوده داشت بعضی وقتا درگ می گرفتیم جلسه آقای کرزی ریاستش داشت بعضی وقت درگ نمی گرفتیم در وزارت خارجه می گرفتیم نوبتی ریاستش بود یک روز از وزارت خارجه از جلسه پایین شدیم اولین بار بود که آقای اشرف غنی آمد طرف من و من گفت وزیر صاحب مالیه خانه من نزدیک است اگه یک چای با من میل داری گفتم چرا نه رفتم نشستیم چای می گرفتیم که یک سگ بسیار کلان داخل شد گرگ رقم خب سگ اصلی بود میپاله تمام جای من گفتم وزیر صاحب خود چه خوب سگ داری و من گفت وزیر صاحب این سگ لعنتی سگ آمریکایی است گفتم سگ آمریکایی این چی میکنه گفت آمده خانه را میپاله با خاطر که چند دقیقه بعد من با سفیر آمریکا آقای قلیزاد وعده دارم و قانون اوناست که در هر جایی که سفیرشان میرود قبل از او از نظر امنیتی سگ باید بره چک کنه تمام جا را من گفتم آقای خلیلزاد خود دوست شما بود در بیروت شما پانتون یک جای میخوندین گفت اونا قانونش است دیگه وقتی که سفیر آمریکا میخواست منو ببینه بعد از در انتخابات ریاست جمهوری 1388 که من موقف سوم گرفتم از 1386 به من تلفن میکرد سفیرش که میخواد شما رو ببینه من میگفتم سفیر در کشور ما رسمی است کسی کس را میبینه پیش میره بله. من عسکر تو نیستم که منو جلب میکنین اونا میگفت که سفیر صاحب میخواد با شما نانم بخوره دو زمان خیمه داشتیم در روبروی پارلمان در نزدیک گفتم روبروی پارلمان یک سماوات بسیار خوب است سفیر صاحب کم میخواد گفتن امنیت گرفته نمیتونه گفتم شما که آمدین از شهر نو تا دارلمان امنیت گرفته نمیتونین چگونه امنیت نمیدونم 3000 4000 قریه کشور میگیرین 34 ولایت میگیرین خب سال 1388 امی درخواست کردن ما نرفتیم 1387 هم کردن 1388 وقتی نتیجه انتخابات اعلان شد آقای کنبری دو زمان دمی سه سال چی بود
سفیرشون بود 1386 هم میخواست 1387 رفتم من رد کردم بودم 1388 وقتی نتیجه انتخابات اعلام شد من سوم شدم تلفن اومد سفارت گفت سفیر صاحب میخواد شما رو ببینم من گفتم حرف مردها یکیست اونم حرفی که ما گفتیم نفر به من گفت که آقای بشردوست به ما بگو کدام روز کدام ساعت در کجا وقتی که من گفتم در خیمه در بجه روز دوشنبه اشتباه نکنم بعد همین زمانی که تلفن میگذاشتم در یادم آمد که سگ نام یاد چک میکنه من گفتم که به سفیر صاحب بگو که اگر سگ تو وردی از اون پیش خیمه باید بری دوباره خدا شد است بدون سگش آمد بزرگوار است خیر باشین خب جناب امرالله صالح یکی از نمونه های نسل جوان ماست که متاسفانه اصول ندارن، پرنسیب ندارن، ارزش ها ندارن، به هر باد، به هر طرف. ای یک زمان میگفت که اشرف غنی، جمله خودش است که اشرف غنی در پست تمامی هوادارا و اطرافیان عبدالله داخل میشه، اونا رو با پول و چوکی میخره. بعد گفته بود که به جان من هم اشرف غنی آمده، اما من فروشی نیستم. اما ما دیدیم که متاسفانه یک سال بعد خودش اشرف غنی معاون خود ساخت. دیگه فاجعه ما فاجعه روشن فکران و نخبگان و نسلای جوان و سیاستمدارای خود بالا فکر میکنه است که ما اصول نداریم پرنسیب نداریم یک روز میگیم سیاه یک روز امور میگیم سفید است یک روز فلانی شیطان است فلانی همون نفر فردا فرشته میشه و این خاصیت این نیست خاصیت کل نخبگان کشور است اینی باعث بدبختی و فاجعه کشور هم است قربانتون جناب فراد دریا تا امروز در خواندن هایش ما ندیدیم که دختر رقصانده باشه کدام آهنگش شنیدین؟ آهنگ چیست؟ یک بعض آهنگ های بسیار جالب داره کابل جان سلام به عنوان مثال واقعا بخصوص وقتی که مسافر هستی در بدر هستی در هجرت باشتی معنایش بیشتر میفهمه این خوب شد یک نقطه رو یادآوری کردین که بعضی هموطنان ما تصور میکنه که آهنگ خودی آهنگ یعنی انسان یعنی من بسیار تعجب میکنم که بعضیا آهنگی که میگه آهنگی که ما بشنویم به اسلام شهوت ما زنده میشود اما بعضی آهنگ هاست که مغز انسان زنده میکنه و این مثلا عجب صبری خدا دارد اگر من جایی بودم مثلا میهنم یا مثلا مادرم که احمد زایر میخونه به عنوان مثال اینا آهنگای نیست که انسان شهوتش زنده کنه اینا هر کدام از یک فلسفه است واقعا ما یک کتاب که بخونیم در چند تا شعری آهنگ احمد زایر او را شعر از فیلسوف هاست از شاعران بزرگ است امیدوار است که متنان ما این فکر نکنن که هر آهنگ شهوت انگیز است آهنگایی است که انسان از نظر فلسفی و فکری رشد میده و خدای در اول جناب کرده است چانس طلایی داشت بزرگترین چانس که در تاریخ کسی نداشت داشت اما متاسفانه چانس از بین برد و من خوب یادم است کسی بود که به من یک چانس وزارت داد نوم من وزیرش بودم از هفته دوم وزارت با هم اختلاف پیدا کردیم و حالا اگر جان من بخواهد ای یام عکسایی که نشان دادین هر کدامشان اگر جان منو بخواین من در خدمتشان هستم جان خودم میدم اما از نظر سیاسی یک منافع ملی است مثلا کسی به من گفت که آقای کرزی شما رو نو ما نان داد به عنوان مثال گفتم پدر من 40 سال من نان داده اما با افکار و عقایدش من موافق نیستم دویز بیکست من نیستم منافع ملی بالاتر از منافع چیست فکر میکنم که من امو زمان وقتی که استفاده دادم برایش گفتم که حرفایی که من در آن وقت میگفتم کرزی 10 سال بعد دوره گفت خارجی ها دزدی میکنن و اینجا فلان است و اینا کار نمیکنن اما آن زمان اگه تصمیم من قبول میکرد و میگذاشت کار کنیم من فکر میکنم که امروز مردم افغانستان با خط زرین نامش نوشته میکرد اما متاسفانه چنین نکرد متاسفانه خب میریم سونی یک وقفه کوتاه در خدمت است بزرگوار است که خواهد دوستان ورزی یوی دمیتا و بعد دمی نچی روا گرزیده منگه استاسو پدرانه چوپاری کیو We'll be right back.